ادامه واکنش های جهانی بر وضع محدودیت های تازه بر بانوان در افغانستان. بیش از یک سال می شود که بانوان در کشور با محدودیت های چشمگیر روبرو شده و ظاهرا این محدودیت ها همچنان ادامه دارد. در این مدت زنان و دختران به اعتراض های مداوم در داخل و بیرون از کشور نیز ادامه دادند. اما دقیق 3 روز پس از وضع محدودیت تازه بر زنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، اتحادیه اروپا به این ممنوعیت واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده. اتحادیه اروپا در بیانیه گفته که این عملکرد امارت اسلامی نقض شدید حقوق زنان و دختران است و آن را در تضاد با وعده‌های نخستین حکومت سرپرست به جهان می‌داند. اتحادیه اروپا محدودیت‌های تازه توسط طالبان بر آزادی حرکت زنان، از جمله قوانین جدید اعلام شده برای ممنوعیت از ورود به پارک‌های عمومی، سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها و ورزشگاه‌ها را نکوهش می‌کند. تنها بسته شدن مکاتب، حمام‌های زنانه، پارک‌های تفریحی، مسائل یا مباحثی است که رسانه‌ای می‌شود بر مبنای تبعیض جنسیتی بر علیه زنان، کافه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و چایخانه هایی که در آن زنان گشت گذار داشتند نیز از سوی طالبان محدود شده. کشورهای اروپا از امارت اسلامی خواسته تا به تعهدات افغانستان به اصل‌های جهانی به ویژه کنوانسیون‌های حقوق بشر احترام بگذارند. در همین حال سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت بانوان معترض بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید دست کم 3 زن مدافع حقوق بشر توسط حکومت سرپرست در 10 روز گذشته بازداشت شدند. به توقف از این روند جامعه جهانی به شدت مسئولیت دارد تا به جای نشست های تشریفاتی، صدور اعلامیه ها و بیان نسایی از گام های عملی و فشارهای بیشتر بر جمع حاکم مبنی بر تامین حقوق زنان افغانستان استفاده کند. این نهاد جهانی تاکید دارد که موج پسین بازداشت زنان مدافع حقوق بشر در کشور تلاش دیگر برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز است. ما بیشتر نگران امنیت و سلامت ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی و حمیرا یوسفی و همکارانشان هستیم که بازداشت شدند. طالبان باید به گونه فوری و به هیچ قید و شرط بانوان معترض و همکارانشان را آزاد کنند. نو که چیرتا بایملی تولن اخپل فشارونو تا ایدامه ورکوی او هم در اقام فیلی واکمنه اغا فشارونو بانده هم اخپلو پالوسیانو تا اخپلو کرنو که بدونه نراولی نو پا دیگه صرف افغان میرمنه پا که ستون زیوینی او زبراول کیگی. این در حال است که شمار زیاد از بانوان با فرستادن صدنامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناسند و تاکید کردند که زنان منزوی شده و از حقوق انسانی خود محرومند. موردی که امارت اسلامی پیوستان را رد کرده و از رعایت حقوق بشر در افغانستان اطمینان داده است.